بسم الله الرحمن الرحیم، خوش آمدین به درس دوم ما. امروز دیگه چیز کم درس اول بگیم، یعنی شروعش میکنیم. اگر شروع کنیم قبلا هم اومدی شروع کن. یک درس حق بود بره خلاص. خب وقتی که ورده ما شما اوپن میکنیم، باش دوباره اثر رو ایرا اوپن کنم با شما. گفتیم که ویندوز ده کیبوردتون این یارا مگه کسی را ویندوز نه، ایرا همراه آر میزنین، پیج نشته میکنین وین ورد و اوکی میگین داکیومنت جدید. خب ما شما این مینوها را دانه دانه کلش میخوانیم بخیر. خدا هر کدامش چی کار میکنه، سر هر مینو کلک میکنیم این قسمت پایین معلوماتش هست، آپشن هایش هست. خب اول از این فایل شروع میکنیم. فایل می نیو اخو فامیدین که صفحه نو جدید است، کلک میکنی چی از فرمات های جور شدگی استفاده کنی یا صفحه نو. دومش هست اوپن، مثلا اگر این میره ما سی پی را مثلا من نشته میکنم، سیو میکنم. سیو از کجا میشه؟ این خوب است که ما براتون بگیم، اینجا قسمت سیو کلک میکنین، میخوایم ثبتش کنم در فلش میشه بگیری کاپی کنی یا در کامپیوتر سیوش کنی. در کجا میگه سیو میکنیم؟ این دسکتاپ. به نام چی؟ اینجا فایل نیم نامش میگه بگو، میگم سی وی. در روی دسکتاپ یا در هر جایی که شما بخواین ثبت میکنیم. و اینا رو وقتی که ما بخوایم که امیر اوپن کنیم، یعنی همون فایل خود سی وی خود اوپن کنیم، باز کنیم، اوپن کلک میکنیم، میگه در کجا. در این قسمت هم ریسنتلی میگه امروز سر از این کار کردی، هر چیزی که جدیدن کار کنی در اینجا میگه دیروز سر از این کار کردی و غیره. یا که میگیم براوز می پالمش در کجا میگه است، میگم در روی دسکتاپ است. می به نام چی است؟ به نام سی وی است. کلکش میکنی اوپن میگی امو باز میشه، میشه که باز تغییرات بدی. ای بود اوپن. دیگه داریم سیو است. سیو است چی میکنه؟ سیو است همون چیزی که دیگه براتون در یک جای دیگه به خاطر اگر میره باز ما سیو بزنم خب هیچ تغییرات نمیه، همین تغییرات نبر کردیم. مثلا نام ازی است فهیم و وقتی که من اینجا سیو بگویم این فایل سیو میشه به اونم جای سابقه. اگر بگویم در جای نو میخوایم سیوش کنم که اگر فکر کنم ویروس نگیره خراب نشه در یک فلش بارت یاد سیو کنم یک جای دیگه، با سیو واسه کلک میکنم. میگه بگو خواهی در کجا میخوایی که یک کپی دیگه از ایره ثبت کنی، مزار جای انتخاب کنم سیو میشه. پرنت چی میکنه؟ مطلب پرنت میکنه یا چاپ میکنه برای ما، در صورت که دستاب کمپیتر در پرنتر واصل باشه. بسیار گپ خوب. یک چیز یک نیو بگیریم، یک صفحه نو، یک ذره 20 صفحه نقاب باشه مثلا درباره احمد است مثلا معلومات. خب مثلا اینی داکیومنت ما سیرا میخوایم پرنت کنیم، یکی از این قسمت میشه که فایل بگیریم پرنت. دیگه شارتکتش چیست؟ کنترل پی. کنترل پی. خب کنترل پی جمعیم از اینجا چی میکنیم؟ اینجا پرنتر انتخاب میکنیم که براز میکنیم کدام پرنتر. اینجا اکثرا چندین پرنتر ها میباشه، وقتی که لاین پرنتر وصل کردین بازم پرنتر که وصل شده هم بوده انتخاب کنیم. و اگر پرنت بگیم جای بجای کپی پرنت شروع میشه. و کاپیز چی میکنه؟ یعنی چند کاپی کار داری، مثلا با سنفیت های کاپی کنی 50 نفر اگه باشه 50 نشته کن، یعنی می 3 صفحه یا 4 صفحه که هست 50 دفعه پرنت میشه که به هر کس توضیح کنی. می نگیم یک کاپی کار داری. خب پرنت آل پیجز، تمام ورقه را پرنت میکنه این مکمل. اگه بگویم نه در صفحه اینی صفحه میریم، صفحه سیوم است، صفحه سیوم است، در صفحه سیوم میریم این تنها اینمی صفحه رو برم پرنت کن. پرنت کرنت پیج، یعنی اینمی صفحه رو برم پرنت کن، دیگه هیچ چیز پرنت نمیکنم، میره پرنت میکنم. کستوم پرنت مثلا 50 صفحه است، و میگم صفحه اولش کار دارم، صفحه دومش کار دارم و صفحه 13 کار دارم. دلخواهش از این قسمت می کستوم انتخاب میکنیم پرنت کستوم. و اگه جا کرسر بانی خودشان برات میگه طریقش کام هم میگه بین هر کدامش استفاده کن. مثلا میگم صفحه 20 کار دارم کاما، صفحه 28 کار دارم کاما، صفحه 40. دیگه هیچ چیز پرنت نکو غیر از این میاد. 40 الا عمرم بود. اوش هم طریقه دیگهش مثلا بازم اگه ماوس بانی امور هم میگه طریقش. مثلا میگم صفحه 20 الا 40. صفحه 20 تا 40 برات پرنت میکنه، 21 22 23 و غیره. دیگه داریم پرنت وان سایدد،
یک رو خبرت پرنت میکنه، یک طرفش سفید یک طرفش همین پرنت ما. و اگر بگویم نه دو طرفه پرنت شوه، یعنی قسمت ها به کدام شکلش هم میخوایی به کدام زاویه تغییر کنه، پرنت آن بوت سایدز. وقتی که پرنت خلاص میشه خودش ورقه میگیرد پشتش هم پرنت میکنه، با اکثرا کتاب هم یک است. مانولی پرنت آن بوت ساید، مثلا وقتی که پرنت کلش خلاص شد باز یک آپشن میده که ورق خودت بکش سرچپه کو، باز ورق ما شما میگیریم سرچپه اوجا مندازیم، باز اوکی میگی، باز خودش باز پشت سرش هم پرنت میکنه. این بود مانولیش. و ایچ میکنه ایچ میفهمی سونه شکلش سای کن نگه یک دو سه، باز یک دو سه، یعنی اگر بخوایی که 20 کپی کنی نه، میگه اول همونطور از یک تا 50 سفید که خلاص شد باز کپی دوم شروع میکنم از یک تا 50 هم میره کم کنش. اما طریقه دومش چیز میگه نه، یک 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 دو 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 سه سه به این شکل برات پرنت میکنم. کدام رقم شد تو میفهمی؟ پورتریت و چی داخل میفهمین شکلش همون، اگر به شکل افقی پرنت کنین یا به شکل عمودی پرنت کنین پورتریت هست کنین. اینجا کدام نوع ورق کار داری؟ اکثرا در دفاتر لتر است یا ای‌فور است استفاده میشه، و بعضی وقت اگر به شکل پاکت خط بخوای اینجا است انولوپ. و انواع و اقسام ورق هاست، کلان تا خرد امو دیزاین انتخاب میکنی یا ورق انتخاب میکنی پرنت میکنی در اون ورق برات پرنت میشه. این قسمت حاشیه هایش هست، مثلا اگر بخوایی که اینی حاشیه ازیر سعی کنی بسیار خرد اگر شوه باریک شوه به این شکل میخوای پرنتش کنی، یا بخوایی که نه بیخی دو طرف از این فاصله داشته باشه در بین یک ذره مقبول معلوم شوه این شکل، و رقم که بخوایم. وان پیج پر شیت در هر صفحه یک صفحه، یا که مثلا چهار ورقه در یک صفحه برن جای کو، چهار ورقه در یک صفحه برن جای میکنه پرنت. این بود درس پرنت ما، در آخر هم پرنت دکه بگوین پرنت میشه. امیدوار هستم که یاد گرفته باشین، اگر نگرفتین میشه سوال کنین به ما در کامنت. اگر ویدیوی ما خوشتان آمده لایکش کنین و سابسکرایب کنین تا درس های بعدی با شما نوتیفیکیشن بده و با خبر شوین.